اینجا کنار من سونیا هست. میدونم از استکهلم به اینجا اومدی، میخوام از ایران بگی، شما چطوری جشن چهارشنبه سوری رو در واقع برگزار میکردید؟ مناطق مختلف ایران رسم و رسومات مختلفی دارن برای چهارشنبه سوری، آتش که در بین همه واحد، پریدن از روی آتش، شما چطوری برگزار میکردید؟ در واقع در خانواده من خیلی به حالت سنتی بودش، همه رسومی که قاشق زنی بچه ها یه حالت خیلی سنتی طور داشتش برای همه و همه به شادی کنار هم بودن. یعنی یه چیز بایدی بود که توی این روز همه خانواده هامون کنار هم قرار میگیرن و هر سال به همینطوری بوده. حالا ولی امسال فکر کنم برای همه خانواده های موضوع متفاوت تر هستش، به خاطر اینکه خب خیلی از خانواده ها داغدار شده و مردم الان یک هدف متحد دارن و سعی میکنن اون شادی و اون خوشحالی رو الان کنار بذارن و از هر فرصتی نشون برای نشون دادن اتحادشون کنار هم دیگه و برای سرنگونی جمهوری اسلامی استفاده کرد. و فکر کنم امروز خیلی فرصت خوبیه براشون که بخوان این وحدت و این اتحاد رو باز به هم دیگه نشون بدن. خب خیلی ممنون. میخوام به فرستر من گروهی اومدن وایستادن، ماسک شیمیایی زدن، خب تا این خیزش انقلابی نمادهای مختلفی مردم استفاده کردن، یک چشمشون رو میبستن به این نشانه که برای همدلی و همراهی با کسانی که نابینا شدن در این خیزش انقلابی چشمشون ساچمه خورده. الان این گروه به نشانه اعتراض به جمهوری اسلامی و همدلی و همراهی با دخترانی که در مدرسه مسموم شدن ماسک شیمیایی زدن و شعارهای مختلفی در دست دارن. چهرهاشون رو که میبینید با این ماسک شیمیایی این گونه اعتراض میکنن. خب طی روزهای گذشته مثلا در روز زن هم چنین پرفورمنس های اعتراضی اینجا برگزار میشد. خب ادامه بده. از قاشق زنی گفتی، خیلی کم پیش میاد، من خودم خیلی کم دیدم قاشق زنی و این قاشق زنی به چه شکل برگزار میشد؟ خب اینجوری که بچه های خانواده با قاشق زدن با یک کاسه میرن در خونه های مختلف، ازشون آن آجیل، شکلات، چیزی که تو خونه های مختلف هست میگن. اما به شخص خودم کار انجام ندادم، ولی که خیلی از بچه ها توی خانواده ما این کار رو انجام دادن به خاطر اینکه نشونه اون سنت ایرانی است که خیلی وقت شاید اصلا فراموش شده باشه یا توی خانواده ها کمرنگ تر شده باشه، ولی یه حالتی داره که فکر میکنم نشون میده که ما چه سنت های زیبایی داشتیم توی ایران و هنوز هم داریمش. خیلی عالی.